خانم و آقایان سلام عرض میکنم اصرتون عصرتون بخیر متشکرم از دوست نویسندم حسین نوشازر که توضیحاتی داد درباره برنامه او همچنین از رادیو زمانه که این برنامه رو تریزی کرد و به اجرا گذاشت به هر حال است و میتونیم با هم درباره داستان و شعر صحبت کنیم من چون میدونستم که البته متنی که میخونم داستان نیست یک متن که مربوط به قرن پنجم هجری جزء کاری پژوهشیه که مدتی شروع کردم همونجور که آقای نوشازر توضیح داد و با یه علاقه دانش آموزانه برای خودم بیشتر متنایی که فرصت نکرده بودیم یا زندان یا شرایط دیگه به ما فرصت رو در اختیارمون نذاشته بود که اینا رو بخونیم یا خوب بخونیم با دقت بخونیم خونده بودیم ولی سرسری یا از یه زاویه دیگه این بار با یه شکل دیگه ای برای که بدونیم تو فرهنگ ما چی گذشته و چون بخشی از وجود خود ما هم بود تو همون جاها که باستاب پیدا میکرد یه متنی میخونم مربوط به قرن پنجم هجری کار ابوبکر عتیق نیشابوری قصص قرآنه تو زمان سلجوقیان این کار کرده بعد داستانی از این انتخاب کردم که این داستان مربوط میشه به شباهت‌هایی پیدا کردم که این داستان شباهت‌هایی داره با یکی از داستان های اهل عتیق اگه کسی دوست داشته باشه بره به خونه اونو اینجا زیرنویس دادم تو کارم تو اهل عتیق داستانی هست مربوط به زندگی داوود که عاشق یکی از زن یکی از سرداراش میشه به اسم بتشعبه به بعد ماجرای دیدار ایناست برای اولین بار که اون زن توی ایوان برهنه میشه و خودش در شستشون میده و داود اون رو میبینه بعد این ماجرا با حذف توی قرآن میاد یعنی با حذف این ماجرا توی قرآن میاد منتها داوری که تو عهد عتیق هست که خدا داوود رو دا... چیز میکنه دو تا قاضی رو میفرسته به عنوان فرشته اینا تو عهد هست توی قرآن هم هست قصص قرآن میاد بر بر بنیاد این چند تا داستان می نمیسه. من این داستان ها رو کنار همدیگه میارم برای که فکر ایجاد کنم و بعد بگم که در این دوره ها و با همه محدودیت ها و ممنوعیت‌ها ها قصه پردازی چیکار کرده اما پیش از اون توی قطار که بودم چون شب داستان و شعر بود یک سطرایی نوشتم که دوست دارم اینجا براتون بخونم به عنوان مقدمه به خصوص که اولین سخنران این جلسه هم هستم داستان پاره ای از هستی ما را معنا می کند. این پاره هستی می تواند پاره ای از وجود فردی و یکی ما باشد و می تواند پاره ای از جهان بیرونی تاریخ، فرهنگ و مردم دوربر ما داستان پاره ای از هستی ما را معنا می کند. این پاره هستی می تواند جهان عشق باشد جهانی که تجربهش می و به ما معنایی تازه بخشیده است این پاره هستی می تواند تجربه رنج باشد تجربه دردهای اجتماعی داستان وجود گوناگون ما را معنا می کند وجود گوناگون ما را در موقعیت های گوناگون و زمانهای های گوناگون انسان درون داستان هستیش گره می خورد و وصل می شود به دیگری و از اینجاست که داستان روایت وصل است روایت کشف وصل ها هزار یک شب یکی از کهن‌ترین داستان های بشری بر همین بنیاد خلق شده است قصه پردازی در متن های کهن ایرانی یا فارسی همخوانی دو متن قصص قرآن متنی فارسی از قرن پنجم هجری و دوره سلجوقیان ابو بکر عتیق نیشابوری معلف کتاب پیش از شرح قصه انصاری به سقفی این, این قصه رو من انتخاب کردم که شباهت با داستان عهد عتیق است. آغازه کوتاه می آورد که این قصه را بر بنیاد تفسیر این آیه از قرآن در سوره آل عمران آفریده است. من دیگه عربی اون آیه رو نمی خونم. فارسی این ترجمه فارسیش تو قرآن هست. اون آیه نیکان اونها هستند که هرگاه کار ناشایسته از ایشان سرزند یا ظلمی به نفس خیش کنند خدا را به یاد آورند و از گناه خود به درگاه خدا توبه و استغفار کنند که جوهر به واقع این داستان هاست او بر این باور است که این آیت در شن انصاری و ثقفی آمده است اونگاه با همون سبک و سیاق داستان نویسی کهن که, که داستان ها با چنین و چنان آورده اند و نظیر اینها شروع می شود شروع می شوند با عبارت و آنچنان بود که پیغمبر علیه السلام شرح قصه می کند از اونجا که این قصه شباهت های تصویری رویدادی و معنایی دارد با قصه ای از عهد عتیق درباره داوود که معلف نیز با حصف بخش هایی در روایت دیگر در کتابش آورده برابرگزاری این دو متن ممکن است به شناخت چگونگی آفرینش قصه پردازی در زبان فارسی کمک کند این نکته که معلف قصص قرآن عهد عتیق را خونده و با داستانهای آن آشنایی داشته نباید محل تردید باشد قصه های دیگر این کتاب نظیر قصه تالوت از جنگ داوود با جالوت که با شهر جزیات در تورات آمده و در قرآن هیچ اشاره به استفاده داوود از تیرکمان یا فلاخون در آن نیست یا قصه شمسون بنی اسرائیل که با برخی تفاوتها همون قصه شامشون و دلیله تورات است گواهان روشنی بر این آشنایی در عهد عتیق روایتی است از داوود به چگونگی اولین دیدار و همخوابگیش با بت شعبه دختر الایام و زن اوریا که در قرآن نیست هرچند ماجرای آزمایش داوود و داوری او که ربطی دارد با این ماجرا در قرآن هست معلف قصص قرآن همین رویداد را به دو صورت در کتابش آورده است یکی نقل مستقیم همین روایت است با نام ذکر مهنت داوود علیه السلام با این تغییر که داوود به جای آن که بت شعبه را برهنه و هنگام شستشوی تن ببیند او را در باغ می میبیند به فریفته زیبایی او میشود و به اشبازی داوود با بت را که در عهد عتیق آمده حذف میکند صورت دیگر قصه انصاری و ثقفی است که بر بنیاد همین داستان بازآفرینی کرده است و اما نخست روایت چگونگی نخستین دیدار داوود با بت شعبه را از عهد بیاورم اگر تو گوگل سرچ هم بکنید این داستان داوود و بت شعبه رو میبینید که نقاشی خیلی بزرگ دنیا و اروپا به جای دیگه راجع به این تصویرهای خیلی زیبایی هم کشیدن و واقع شد این از توراته به واقع شد بعد از انقضای سال هنگام بیرون رفتن پادشاهان که داوود یواب را با بندگان خیش و تمامی اسرائیل فرستاد و ایشان بنی امون را خراب کرده ربه را محاصره نمودند اما داوود در اورشلیم ماند به واقع شد در وقت عصر که داوود از بسترش برخواسته بر پشت بام خانه پادشاه گردش کرد و از پشت بام زنی دید که خیشتن را شستشو میکند. و اون زن بسیار نیکو منظر بود پس داوود فرستاده در باره زن استفسار نمود و او را گفتند که آیا این بت شعبه دختر الایام زن اوریای حتانی است؟ حتانی است. و داوود قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمده داوود با او همبستر شد و او از نجاست خود تاهر شده به خانه خود برگشت و اون زن حامله شد به فرستاده داوود را مخبر ساخت و گفت من حامله هستم پس داوود نزد یواب فرستاد که اوریا حتا را نزد من بفرست و یواب اوریا را نزد داوود فرستاد چون اوریا نزد وی رسید داوود از سلامتی یواب و از سلامتی قوم و از سلامتی جنگ پرسید و داوود به اوریا گفت به خانت برو به پایهای خود را بشو. پس اوریا از خانه پادشاه بیرون رفت و از عقبش خانی از پادشاه فرستاده شد اما اوریا نزد در خانه پادشاه با سایر بندگان آقایش خوابیده به خانه خود نرفت و داوود را خبر داده گفتن اوریا به خانه خود نرفته است پس داوود به اوریا گفت آیا تو از سفر نیامده پس چرا به خانه خود نرفته ای؟ اوریا با داوود عرض کرد که تابوت و اسرائیل و یهودا در خیمه ها ساکنند و آقایم یواب و بندگان آقایم بر روی بیابان خیمه نشینند و آیا من به خانه خود بروم تا اکل اکل و شراب بنمایم و با زن خود بخوابم به حیات تو و به حیات جان تو قسم که این کار را نخواهم کرد به و داوود با و اوریا گفت امروز نیز اینجا باش به فردا تو را روانه می کنم پس اوریا اون روز و فردایش را در اورشلیم ماند داوود فکر میکند با مست کردن او شاد بتواند او را به خانهش به بسترش بفرستد به داوود او را دعوت نمود که در حضورش خرد و نوشید و او را مست کرد به وقت شام بیرون رفته بر بسترش با بندگان آقایش خوابید و به خانه خود نرفت داستان را که میگیرین که داوود با زنش خوابیده و بعد اوریا بر میگرده حامله شده و میخواد داوود یک کاری کنه که این بره اونجا به بگه بچه مال شوهرشی به باقه. داوود پس از این نامه برای یواب می نویسد و به دست اوریان برای او می و از او می خواهد که اوریا را در مقدمه جنگ سخت بگذارید و از عقبش پس بروید تا زده شود و بمیرد وقتی خبر کشته شدن اوریا به داوود رسید به قاصد یواب گفت به یواب چنین بگو این واقعه در نظر تو بد نباشد زیرا که شمشیر این و اون را بی تفاوت حلاک می کند و چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده است برای شوهر خود ماتم گرفت و چون ایام ماتم گذشت داوود فرستاده او را به خانه خود آورد و او زن وی شد و برایش پسری زایید اما کاری که داوود کرده بود در نظر خداوند ناپسند آمد حالا قصه انصاری و ثقفی در قصص قرآن ابو بکر عتیق نیشابوری بعد از آوردن آیه مورد نظرش از قرآن به شعن نزول این آیه به شعر قصهش می پردازد و می که پیغمبر اسلام میان انصاری و سقفی برادری داده بود و هر اون تن از یاران رسول که میان ایشان برادری بودی چون غزوی یا جنگی پیش آمدی ایشان قرعه زدندی هر کرا قرعه بر رو افتادی به غزو رفتی اون دیگر نایب بودی در اهل او به در ادامه می آورد وقتی رسول به غزوی رفت انصاری و سقفی قرعه زدند قرعه بر سقفی افتاد و برفت انصاری از بهر و نیابت می داشت و هر روز به در سرای او آمدی به شغلی که در سرای بودی راست میکردی کردی اونگه با سر شغل خیش رفتی روزی به در سرای ثقفی آمد زن او غسل کرده بود و مویش برهنه بود انصاری را چشم رو افتاد صبرش نموند خیشتن را از در سرای درف کند و قصد اون زن کرد به دست خود را بر روی او نهاد و دست خود را بوسه داد به زن گفت البته به عربی من به فارسیش است به صاحب و برادر جنگجوی خود خیانت کردی و به مراد نرسیدی انصاری را ندامت و حسرت دریافت و با خود می گفت چرا کردم به برسر روی میزد و موی می کند و دست خیش را میخواهید همچنان خروشان روی به صحرا هاد و برخیشتن نوها میکرد. وقتی سقفی از جنگ برمیگردد و حال انصاری را میپرسد میگویند برادر همپیمان تو خان و من بدرود کرد و روز شب در کوه و دشت و بیابان همی گردد زاری کنان و نوه کنان سقفی به جستجو او می رود و بعد از یافتنش از اون می خواهد قصه درموندگی خیش را به رسول بگوید نخست نزد ابو می روند و انصاری شرح درد خیشتن می گوید سپس نزد عمر می و بعد نزد علی هر سه به او می گوید گناه بزرگی مرتکب شده زیرا به برادر خود که در جنگ بود خیانت کرده او در مونده و پشیمان نزد محمد می روید. رسول نیز خشم گرفت و او را نومید بازگردان بعد از این دیدار قصه به گونه پایان می انصاری با دلی پردرد از نزد رسول بیرون آمد و میگفت گفت آوخ از یاران نومید شدم و از رسول نومید شدم وا ویلا وا حسرتا وا, اندامت، وا, وا ندامتا وا شقاوتا و همچنان روی به صحرا نهاد هر جا ریگ سوزان دیدی در آن مراقه کردی یعنی میغلطید و هر کجا که سنگ سوزان دیدی خود را بر آن میزدی و میخونوشیدی تا روزی جبرئیل این آیت در شعن او بیاورد همون آیتی که اول بار خوندم رسول کس فرستاد تا او را بیاوردن و این آیت بر او خون و او را بشارت و مغفرت داد هر دوی روایت یعنی هم روایت عهد عتیق و این روایت واقعیت های یکسانی دارند در روایت اول بت شعبه در حال شستشوی بدن دیده می شود و در روایت دوم زن سقفی بعد از غسل یا شستشوی بدن و با موهای خیس در روایت اول داوود از روی ایوان زن را برهنه می بیند به فریفته او می شود و در روایت دوم انصاری از بیرون در زن و موهای خیس او را می بیند و وسوسه می شود در روایت اول داوود زن را به خانه میکشاند و با او هم بستر می شود در روایت دوم انصاری بعد از آن که به سمت زن می رود و به جای بوسیدن روی زن دستش را روی چهره زن میگذارد و دست خودش را می بوسد شوهران زنان هر دو روایت به جنگ رفتند وسوسه خوابیدن و تماس با زنی زیبا و شوهردار به بعد حس گناه مضمون بنیادی هر دو روایت است قصه انصاری و سقفی بلافاصله و در ادامه زندگی داوود که در قصه تاروت آمده نمی آید بخشبندی قصه های کتاب ابوبکر عتیق نیشابوری بر بنیاد همون نظم قرآنی است و به همون نظم که حکایت پیغمبری داوود و نبرد او با جالود و ماجرای ورود فرشتگان به هیئت دو برادر و داوری خواستن آنها از داوود بخش بخش در قرآن آمده حکایت اول در سوره بقره و دومی در سوره ساد ابو بکر عتیق نیشابوری نیست قصه تالوت و قصه انصاری و سقفی و حدیثای دیگر را در فصلهای از هم جدا می آورد. برای مثال قصه تالوت را که حکایت نبرد داوود است با جالوت بر بنیاد چند آیه از سوره بقره می نویسد و با جزیات بیشتر که پیوندهای فراوانی دارد با همین حکایت در تورات و داستان دوم را بر بنیاد تفسیر آیهای در سوره آل عمران ماجراهای پس از این عمل و احساس گناه شخصیتها و دگرگونی در رفتار و کردار آنها و سپس تفاوت نوع مجازات آنها از سوی خداوند در روایتهایی که ابو بکر عتیق پس از این قصه می‌آورد نیست قابل تعمل است در روایت تورات خداوند بعد از این ماجرا ناتان نبی را نزد داوود میفرستد تا ماجرای دو مرد یکی دولتمند و دیگری فقیر را برای حکایت کند و دولتمند را گوسفند و گاو بینهایت بسیار بود و فقیر را جز یک ماده بره کوشک نبود که آن را خریده به پر پرورش داده همراه وی و پسرانش بزرگ میشد و مسافری نزد آن مرد دولتمند آمد و او را حیف آمد که از گوسفندان و گاوان خود بگیرد تا به جهت مسافری که نزد وی آمده بود مهیا سازد به بره اون مرد فقیر را گرفته برای اون مرد که نزد وی آمده بود به مهیا ساخت اونگاه خشم داوود بر اون شخص افروخته شده به ناتون گفت به حیات خداوند قسم کسی که این کار را کرده است مستوجب قتل است ناتان به داوود گفت اون مرد تو هستی پس خداوند او را مجازات می کند و می گوید اینک من از خانه خودت بدی را بر تو آرز خواهم گردانید و زنان تو را پیش چشم تو گرفته به همسایت خواهم داد و او در نظر این آفتاب با زنان تو خواهد خوابید زیرا که تو این کار را به پنهانی کردی داوود به ناتون گفت به خداوند گناه کردم پس از این اعتراف خداوند داوود را عف می کند اما به کیفر این گناه به او می گوید پسری که از شبه زایید شده خواهد مرد به خداوند پسری را که زن اوریا برای داوود زایده بود مبتلا ساخت که سخت بیمار شد به داوود برای شفای پسرش روزه گرفت و تمامی شب روی زمین خوابید و هرچه بزرگان خانش از او خواستند که از زمین برخیزت قبول نکرد و با ایشان نان نخورد به در روز هفتم طفل بمرد داوود پس از آن روز پس از آن روزه را ترک کرد به پیش زنش رفت و با او خوابید و سلیمان به دنیا آمد ابوبکر عتیق نیشابوری این ماجرا را به تمامی در دو روایت مستقل این تکایی که آوردم همه از عهد عتیق بود ابوبکر عتیق نیشابوری این ماجرا را به تمامی در دو روایت مستقل در کتابش می آورد در روایت اول با نام ذکر مهنت داوود داوود علیه السلام می نویسد داوود در سومه نشسته بود زبور بر کنار مرغکی بیامد در پیش وی بنشست منقش به نقشای عجیب داوود قصد کرد تا او را بگیرد از بهر پسر را اون مرغک فراتر پرید داوود قصد او کرد او برخاست بر روزن سومه نشست داوود برخاست سوی وی اون مرغک از روزن بپرید داوود از پی وی به نگریستن چشمش به باغ به باغ اوریا افتاد زن اوریا در اونجا بود به به تشبه زنی بود نهمار یا بسیار جمیل با جمال عجیب داوود به هوای دل یک نگریستن به زن نگریستان آمد بدانست که خدای از رو وجل او را بدان بگیرد که کار بر خاصگان باریکتر گیرند سپس داستان ورود دو فرشته از روزن سومه برای آزمودن داوود و وادار کردن او به توبه را به همان روایت قرآن می آورد و قصه را با بخشیدن گناه داوود از سوی خداوند تمام می کند. در هر حال در حال خدای از رو بجل گناه او را بیامرزید و لاکن او را خبر نکرد زیرا که خدای از و زاری بنده دوست دارد در روایت دوم که اشک داوود علیه السلام نام دارد از زاری های داوود می نویسد، که چنان می گریز که نبات از اشک وی برست و ببالید برست و ببالید و چون می نالید، از حرارت نفس و ناله وی نبات بالیده بسوخت اگر در روایت تورات پسر نخستین, دا... نخستین داوود و به شعبه به کیفر این گناه می میرد در روایت ابو بکر عتیق خداوند آواز خوش داوود را از او میگیرد گهگاه طاقتش برسیدی در اندوه غم به صحرا بیرون شدی و آواز برآوردی خلق از آواز او آن حلاوت نیافتندی که از پیش میافتند داوود گفت بار خدایا گیرم من زلتی کردم جهانیان را چه افتاد که از آواز من حلاوت نمیابند وحی آمد با داوود اون حلاوت آواز تو از بیگناهی بود داوود زارتر بگریز در نهایت خداوند او را میبخشد و سر گناهانش میگذرد از اونجا که در منابع اسلامی نقل و حدیثای فراون هست در رد و ابطال ماجرای بین داوود و بت شعبه که در تورات آمده از جمله نقل و حدیثای از حضرت رضا و علی بن طالب من این تیکه رو تو قرآن که ترجمه قمشه هست پیدا کردم تفسیری از گذاشته. که اما حضرت امیر فرمود هر کس به داوود یا زن اوریا حوالت دهد من او را دو حد میزنم یکی برای نبوت و یکی برای اسلام این نقل را مهدی الهی قمشه قمشهی میان دو هلال آورد با این تاکید که روایت تورات اسمت و پاکی پیغمبران را خط میکند می کند به نظر می رسد ابو عتیق نیشابوری برای پرهیز از برخورد فقها و متشرعان نخست با تغییر نام شخصیت ها به پیوند دادن اون با آیه ای از قرآن که دور بوده از حکایت داوود داستان و دا داوود داستان اهد عتیق را بدین صورت و با اشخاصی دیگر و انتقال اون به فضا و زمانه دیگر در قصه انصاری و سقفی بازآفرینی کرده و سپس وقتی دیگر با حذف بخشهایی همون داستان داوود تورات و اندوه او را پس از انجام این کار در روایت یا حدیث های دیگر بازسازی کرده است بی اون که کشش عاشقانه داوود به بت شعبه در آنها گم یا کم رنگ شود در تاریخ بلعمی نیز که یک صد پیش از قصص قرآن عتیق نیشابوری تعلیب شده داستان داوود و بت آمده است با اینکه روایت عاشقانه بین آنها در این کتاب به ترجمه تفسیر تبری متعلق به قرن چهارم هجری به متن تورات بسیار نزدیک است و در هر دو متن بت شعبه برهنه در یکی انگام شستشوی تن و در دیگری انگام شانه کردن موی سر برابر چشم دابود به دید می, آ... به دید می آید اما در هر دو مت همخوابگی داوود و بت شعبه پیش از ازدواج حذف شده است در ترجمه تفسیر تبری برای مقدس جلوه دادن شخصیت بت شعبه به مبرا بودن او از گناه چون از بطن او سلیمان نبی زاده می شود پیشینه پیغمبرزادگی زادگی ساخته می شود که این زن از فرزندان پیغمبران بوده منع بیان عشق زمینی و جسمانی زن و مرد به هم در شریعت از یک سو و تلاش برای دیدن و بازآفرینی هنری و داستانی آن از سوی شاعران و نویسندگان از سوی دیگر از همون ابتدا فصلی میگشاید در ادبیات نصری و شعری کهن فارسی که باستاب گوناگون آن را میتوان به روشنی در بسیاری از متنهای فارسی از قرن چهارم به بعد دید جدالی که در درون خود نطفه ستایش از عشق آسمانی در برابر عشق زمینی را نیز در بینش عرفانی ایرانی پرورش داد بی به عشق به کشش جسمانی و تأکید بیشتر بر احساس گناه پشیمانی در صورت تسلیم به آن در قصه شیخ سنان در منطقه طیر اطار یا رنج و زاری دور بودن عاشق از معشوق و نرسیدن به وصل که تمثیلی از دور بودن آدمی از خداست در داستان لیلی و مجنون در کلیات نظامی محور هستی شناختی چنین بینشی می شود در ساختار فلسفی این نوع خدا با تمثیل معشوق محوری می شود که بنیاد هستی بر آن استوار است و جهان در چرخش افلاکیش یک سر دور آن میچرخد. چرخد ابوبکر عتیق نیشابوری بر بنیاد همون آیه که در ابتدای قصه ثقفی و انصاری آورده قصه دیگری نیز نوشته است با نام قصه بهلول نباش خواهش میکنم به این قصه دقت کنید در این قصه نوع عروسی از مهترزادگان انصار در دوشیزگی میمیرد و مرد جوانی به نام بهلول به تمه برداشتن زیور و جامهای تازه عروس که با او در گور نهاده بودن گور او را نبش میکند چون جامهای او در میآورد و او را برهنه نمی کند چشمش به تن و روی تازه او می افتد و به نقل از کتاب با خیشتن بر نیامد تا به وی رسید بعد از این عمل دختر مرده به صدا در می آید و او را با آواز بلند نفرین می کند بحلول چون نفرین او می شنود بیهوش می شود و بعد که به هوش می آید دختر را از نو در لباسهایش می پوشاند و با حسرت و ندامت به خانه بر میگردد و جامه می, به می درد و پلاس می پوشد و روی خود را سیاه می کند سپس غلی بر می نهد و دو دست خیش را به زنجیر می و سر دیگر زنجیر را به دست دختر شش سالش می دد که او را با همین وز نزد رسول خدا ببرد و مدام تن را نفرین می کند که ای تن بدکار تو را در بند کردم پیش از بند قیامت به پلاس پوشیدم پیش از پلاس قطران و تو را فضیحت کردم پیش از نکال قیامت این زاری و خاری ادامه مییابد تا همون روال قصه ثقفی و انصاری همون آیه از سوی خدا بر محمد نازل می شود و گناه بهلول بخشیده می همبستری با زنی مرده و سپس ترد تن و سیاه کردن روی میتواند تواند پیش بینی تمثیلی متنی باشد از سرانجام تلخ به هاشی رندن و کشتن همون میل شاداب زمینی در جان آدمی که خردک نوری از آن در لحظه دیدار انصاری با زنی که تر و تازه از حمام بیرون آمده در اون قصه فروغ و رخشانه یافته متشکر.